باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت ترکیه میتواند در تلاش برای حل معضل دیرپای برنامه هسته ایران نقش مهمی ایفا کند. اوباما اظهارات خود را در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید عنوان کرد که تهران اردوغان گفت کشورش آماده انجام هر اقدامی است که بتواند راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته ای ایران کسب کند. اوباما گفت بر اهمیت حل آن اختلافات به صورتی که ایران بتواند برنامه هسته ای صلح‌آمیز را در پیش گیرد، اما تضمین دهد که مقررات و معیارهای بین المللی را نیز مراعات میکند تاکید ورزیده است. و افزود به اعتقاد من ترکیه میتواند نقش مهمی در تلاش برای سوق دادن ایران به این مسیر ایفا کند. آمریکا دیروز به انتقاد شدید از آخرین سرکوب‌های معترضان در ایران توسط نیروهای انتظامی و امنیتی پرداخت که در جریان برگزاری روز دانشجو در جمهوری اسلامی صورت گرفت. نیروهای امنیتی و انتظامی با باتون و شلیک تیرهای هوایی به پراکنده کردن تظاهرات کنندگانی پرداختند که علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شعار می‌دادند. این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما معتقدیم ادامه اعمال فشار، بازداشت‌های خودسرانه و مجرم قلمداد کردن و محکومیت اشخاص به دلیل مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز نشانگر زیر پا گذاردن حقوقی است که در قانون اساسی ایران محترم شمرده شده است. به افزود ایرانیان معترض باید بدانند که صدایشان شنیده می شود. استیون بازورث فرستاده ویژه آمریکا به کره شمالی دیدار 3 روزه‌اش از پیونگیانگ را با این هدف آغاز کرد که دریابد آیا آن کشور قصد بازگشت به مذاکرات خلع سلاح چند ملیتی را دارد یا خیر. این دیدار بالاترین سطح مذاکرات میان واشنگتن و پیونگیانگ از زمانی است که باراک اوباما در سمت ریاست جمهوری در ماه ژانویه کارش را آغاز کرد و قول داد با دشمنان آمریکا وارد گفتگو شود. مقامات آمریکایی گفتند که به کره شمالی برای بازگشت به مذاکرات 6 جانبه درباره خلع سلاح هسته‌ای که آن کشور در ماه آوریل از آن خارج شد هیچ مشوق تازه‌ای پیشنهاد نخواهد شد.